الدرس الرابع. تعلمنا حتى الآن من الدرس الأول حتى الدرس الرابع أن التعارف كيفية الأحوال عن المهنة عن البلد، عندما نريد نعرف أنفسنا على الآخرين، عندما نريد نسأل عن اسم الأشخاص، عندما نريد أن نسأل عن شخص من أي بلد، تعلمنا كلها في اللغة الفارسية. والآن الدرس الرابع نبدأ ونتحدث عن الأعداد والأرقام. درس چهارم، شما چند کتاب داری؟ شما چند کتاب داری؟ یعنی کم کتاب عندك؟ لديك کم کتاب؟ چند؟ هذا من أداة استفهام. کم، کم یعنی چند؟ چند کتاب داری؟ شما چند کتاب داری؟ الحوار، سلام، سلام، چطوری؟ ملاحظة، چطوری یعنی حال شما چطور است؟ بالدارجة بالعامية كيف نقول؟ نقول چطوری؟ جواب، ممنونم، خوبم، نفس الجواب. اسم شما چیه؟ اسم من فاطمیر است. شما اهل کجا هستی؟ من اهل آلبانی هستم. شما چی کاره هستی؟ من تاجر فرش هستم. شما چند تا کتاب داری؟ من یک کتاب دارم. اسم شما چیست؟ یعنی مسموک؟ اسمی فاطمیر. من این انت؟ اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ یعنی من ای بلد؟ من این انت؟ من اهل آلبانی هستم. انا من آلبانی هم. شما چی کاره هستی؟ ما مهنتوک؟ من تاجر فرش هستم. تاجر نفس المعنى تاجر، فرش سجاده. من تاجر فرش هستم. شما چند کتاب داری؟ یعنی انت کم کتابا لدیک؟ من یک کتاب دارم. انا لدی کتاب واحد او کتاب. شما چند تا کتاب داری؟ من دو کتاب دارم. انا لدی کتابان. اعداد، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. تعلمنا الاعداد من واحد الى عشرة. واحد، یک، اثنان، دو، ثلاثة، سه، اربعة، چهار، خمسة، پنج، ستة، شش، سبعة، هفت، ثمانية، هشت، تسعة، نو، وعشرة، ده. تعلمنا الأعداد من واحد إلى عشرة. أكرر ثانية الأعداد باللغة الفارسية كي تعرف كيف تنطق الأعداد والأرقام باللغة الفارسية. يك، دو، سي، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. در محاوره، ملاحظة فلامية، بدلا نقول شما چند کتاب داری، ممکن نقول چند تا کتاب داری. شما چند تا کتاب داری؟ چند تا کتاب داری؟ کم کتابا عندک؟ کم کتابا لدیک؟ ممکن نقول چند تا، یعنی اضافت تا. و در گفتگو به جای چطور هستید میتونیم بگوییم، میتوانیم بگوییم شما چطورید، چطور هستید، و بالعامیه ممکن نقول چطورید. الحوار، سلام علی، خوبی؟ سلام حسین، خوبم، ممنون. شما چند تا استاد داری؟ من یک استاد دارم. اسم او چیست؟ اسم او آقای محمدی است. سلام علی، خوبی؟ بلامیه، او مثلا نقول کیف حالك؟ هل انت جید؟ سلام حسین، خوبم، ممنون. جواب، نفس الجواب، خوبم، ممنون. شما چند تا استاد داری؟ کم استادن لدیک؟ کم استادن اندک؟ الاستاذ، من یک استاد دارم. لدی استاذ، استاذ واحد. اسم او چیست؟ ما اسمه؟ اسم او آقای محمدی است. اسمه او السید محمدی. والآن نتحدث حول العائلة، نتحدث حول الأسرة وأفراد الأسرة. شما چند تا خواهر داری؟ شما چند تا برادر داری؟ خواهر یعنی الأخت، برادر الأخ. شما چند تا خواهر، چند تا برادر داری؟ خانواده، العائلة.
مادر بزرگ یعنی الجده پدر بزرگ الجد و كذلك پدر بزرگ و مادر بزرگ من جانب الام و من جانب الام پدر الاب مادر الام برادر الاخ خواهر الاخت سلام آقا حسن سلام آقا مجید خوب هستی؟ خوبم ممنون شما چند تا برادر و خواهر داری؟ من 3 برادر و 1 خواهر دارم شما چند تا خواهر و برادر داری؟ من 2 برادر و 5 خواهر دارم شاهدتم؟ تعلمتم؟ افراد الاسره الاب الجد الجده الام الاخ الاخت تعلمنا؟ و هناك سؤال عن الاعداد والارقام شما چند تا برادر و خواهر داری؟ کم اختن و کم اخن لديك؟ جواب من 3 برادر و 1 خواهر دارم انا لدي 3 اخوة و 1 خواهر و اخت واحدة شما چند تا خواهر برادر داری؟ و انت کم لديك من الاخت والاخ؟ من 2 برادر و 5 خواهر دارم انا لدي اخوان و 5 اخوات پس سؤال عندما نريد نسأل عن أفراد الأسرة عن أفراد عائلته عن إخوته عن أخواته كيف نسأل باللغة الفارسية وكيف نقول نقول شما چند برادر و چند خواهر داری شما چند برادر داری شما چند خواهر داری أو كما قلنا چند تا برادر داری چند تا خواهر داری شما چند تا برادر داری شما چند تا خواهر داری تمرین مثلا اسم برادر شما چیست؟ اسم برادر من علی است. اسم استاد شما چیست؟ اسم استاد من آقای محمدی است. اسم دوست شما چیست؟ اسم دوست من محمد است. انتهينا عن الدرس الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.